شناسی نجات ایران، پلی میان گذشته، امروز و فردای ایران، گفتارهایی از پروفسور رضا آیرملو، ارمغانی از رادیو مانی. درود گرم به شما بینندگان، شنوندگان در برنامه های رادیو مانی. من مانی هستم و امروز در خدمت ارجمند پروفسور رضا آیرملو. موضوعی که داریم موضوع خانگی شماست، میخواییم درباره اون سخن بگیم، موضوع همگانی در بین مردم ایران و خیلی جای دیگه است، مسئله نجات و نجات ایران، رهایی. این موضوعی است که هر ایرانی ازش اگر بپرسی شما برای چی داری کار سیاسی میکنی، اونایی که از کار سیاسی میکنن میگه برای نجات میهن، برای نجات ایران. بعد نفر بعدی از هر جناح سیاسی اجتماعی، از هر حزبی که بپرسی همین رو میگه، اما هیچ کدوم هم دیگه قبول ندارن. چرا؟ چون برداشت های گوناگونی دارن، متناقضی دارن از نجات، از خود واژه نجات. هر کسی در واقع از زن خود شد یار من. و من بارها در برنامه ها گفتم که این دیالوگ ها رو ما میگذاریم در رادیو مانی که موافقان و مخالفان هر ایده سیاسی و اجتماعی حرفاشون رو امروز با واژه ها با هم در میان بگذارن که فردا با گلوله به هم شلیک نکنن. و امروز من از پروفسور رضا آیرملو خواهش کردم، دعوت کردم که بیان و در این باره با ما سخن بگویند. برداشت های متناقض از نجات ریشه اختلافات و تناقضات جدی یا خصومت‌های بسیار خونین فردا ممکنه باشه، و دیگر اینکه تأثیرات جنگ اوکراین بر جامعه شناسی، بر نجات ایران چیست؟ ما واقعا در کجا هستیم؟ این برنامه دوم ما در این سری هست. خوش آمد میگم به استاد آیرملو و میکروفون رو میسپارم به دست ایشان. بله، درود گرم به شما قبل از همه، و درود گرم به همه عزیزانی که با لطف خودشون، با کامنت های خودشون اظهار لطف کردن. باید به شما بگم واقعا در برخی از اینها چنان صادقانه نوشته بودید که در روحیه من پیرمردم تاثیر گذاشت. درود بر شما، بزرگوارانه است و امیدوار هستم که ما به عنوان حالا چند ده نفر بیشتر هم نباشیم، یک هسته مهمی را برای اون تحولاتی که منظور نظر هست بسازیم و قدم به قدم پیش بریم. بحثی که ما از جلسه قبل شروع کردیم و گفتم سعی میکنیم طولانیش نکنیم، ولی در این حال سعی میکنیم که به تمام موضوعاتش بپردازیم. موضوع مورد بحث قرار نگرفته نذاریم. همون عبارت است از اینی که تأثیر تغییرات پارامترهای جهانی، ایجاد تضادهای موجود در جهان ناشی از جنگ اوکراین در مشخصات نجات ایران چه تأثیری میذاره. ما میخواییم بدانیم که آیا این جنگ اوکراین، این تضادی که بین غرب و شرق به وجود آمده، شما چه داخل ایران هستید، چه خارج ایران هستید و در یک کشوری زندگی میکنید و از مطبوعات اینها را میشنوید، چگونه در ما تاثیر میذاره؟ آیا راه نجات ما رو هموارتر میکنه؟ ما سریعتر میتونیم نجات پیدا کنیم از دست این، از این باطلاق جمهوری اسلامی در بیاییم بیرون؟ یا نه، این باعث میشه که ما بیشتر و عمیق‌تر در اون باقی بمانیم و هرچی بیشتر غرق بشه. این بحثه و من فکر کنم این موضوع بسیار بسیار مهمیه برای اینکه بدانیم این تحولات جدید دنیا در نجات ما چه تأثیری میذاره.
و همونطوری که آقای مانی گفتند، این رو در این جلسه با انتظارات متعارض از نجات شروع میکنیم. آیا ما از نجات درک مشترکی داریم؟ آیا همه ما وقتی به همدیگه میگیم نجات، از این واژه یک آینده مشخصی را میبینیم یا نه؟ و اگر نمیبینیم، آیا اون دنیای ذهنی که با این واژه برای ما به وجود میاد چقدر به همدیگه نزدیکه، چقدر با هم فراخوانی داره و چقدر از هم جداست و چقدر حتی به قدری متعارضه که آینده ما را تحت تاثیر قرار میده. همونطور در زمان رژیم جمهوری اسلامی و دوره به قول معروف انقلاب واژگونه ای که به ما تحمیل کردن، ما این را دیدیم. میگم که قبلا ما در این مورد صحبت کردیم، یعنی بر اساس این باوری که ما داریم پیش میریم، بر اساس این دانشی که ما مطرح میکنیم، نجات ایران و نجات ما جز با همراهی و همیاری همه اقشار، همه جامعه، فرد فرد جامعه، فرد فرد گروه بندی ها ممکن نیست. اما معلومه که ما نمیخوایم همه مردم مثل هم فکر بکنن و امکان این وجود نداره. ما متعلق به یک جامعه آزاد و دموکرات هستیم. از نظر فکری ما در جایی قرار گرفتیم که به مخالفمان در را با مهر خالی یک میدانیم، اگر ما گروه های مختلف تقسیم، چون هر کس یک نظری داره و واقعیت اینه که تعبیرات مختلفه. در نتیجه ما حرفی که میزنیم به این معنی نیست که ما فکر میکنیم که همه باید در این مورد هم فکر باشن. باید دگراندیش بود، باید نظریات و ایدولوژی های و خواسته های مختلف داشت، باید سازماندهی و احزاب متعدد داشت و باید به این چندگانگی ها احترام گذاشت و اینها را در واقع به اشکال مختلف، حتی مخالف هم بود، اون پایه های اساسی و اشتراکی رو با هم دیگه تقسیم کرد. اما صحبت این است که قبل از این که ما به اینجا برسیم، آیا درک فهم ما از واژه ها و عبارات کلیدی یکیه؟ آیا اون چیزی که من میگم به عنوان نجات ایران برای شما، برای اون یکی، برای اون نفر سومی، برای کسی که در ایرانه، برای کسی که در آمریکاست، این هم همین را فکر میکنه، همین آینده را فکر میکنه، همین محتوا را فکر میکنه؟ ولی ما میدانیم که مثلا دنیایی که نجاتی که شریعت خواهان میخواهند یه نجات دیگریه، نجاتی که اسلامیان مطرح میکنن ما بحث رو خواهیم کرد یک نجات دیگریه، نجاتی که طرفداران دیکتاتوری، حتی طرفداران دیکتاتوری پرولتاریا که امروز هم به عنوان سازمان های سیاسی و شخصیت ها در بین ما ایرانی هستن، دنیای دیگریه. نجات هواداران کیش های شخصیت های سیاسی ما یه چیز دیگه است. من اخیرا در استکهلم یه برنامه گذاشته بودم، اونجا بودم، یه آقایی که گویا خیلی هم شناخته شده است و یک سازمان معینی را نمایندگی میکرد، به صراحت اونجا دستشو بلند کرد و گفت که من از این بابت از شما انتقاد دارم که شما همش از دموکراسی صحبت میکنید در حالی که نجات ما و آینده ما به دست دیکتاتوری پرولتاریا و طبقه کارگر. خب وقتی نجات را اون دیکتاتوری میدانه و من و از بین رفتن این دیکتاتوری را با یه دیکتاتوری دیگه مطرح میکنه و من طرفدار این هستم که با رفتن دیکتاتوری من به یک جامعه آزاد، دموکرات، برابر و عادل نائل بشم، بهتر از امروز تکلیف خودمانو بدانیم. اینی که منم برگشتم گفتم که ممنون هستم، ولی من ها ایشون گفت که ولی ما تا نیمه راه با شما خواهیم بود. گفتم ممنون هستم، من انتظارم این است که ما از امروز هیچ نیمه راهی را با هم دیگه نریم، برای اینکه معلوم نیست شما کی به آنجا خواهید رسید که همونطور که جمهوری اسلامی با دیکتاتوری خودش اون اطرافیان خودش رو و مردم رو و مبارزان رو نابود کرد، شما هم به همون کار و به همون نتیجه. نتیجه اون چیزی هم که ما
دریافت میکنیم و شما هم حتما امکانن به اینجا رسیدیم، این است که ما وقتی که از واژه های کلیدی انتظارات مختلفی داریم، در واقع ما زبان هم دیگر نمیفهمیم. ما یک کلمه را میگیم و اون کلمه رو عباراتی که به کار میبریم برای هر کدوم ما یه معنی رو مطرح میکنیم و به خاطر همینه که در ظاهر با هم دیگه هستیم، ولی هرچی ادامه پیدا میکنه با مشکل روبرو میشیم و این به جایی میرسه که با مسائل اساسی خودش در میاد. تجربه دوره مبارزات ضد سلطنتی که به نام انقلاب مطرح شد یا عنوان شد یا نامگذاری شد، این هم همین نشون میده که آره، در یک زمانی ما به خاطر اینی که سواد سیاسی نداشتیم، تجربه سیاسی نداشتیم، از یک جامعه دیکتاتوری که فقط یک حزب داشت، یک حرف داشت، یک رهبر داشت، یک ایدئولوژی داشت بیرون آمده بودیم. در نتیجه ما وقتی که با این روبرو شدیم، طرف آمد با ریش اسلامی خودش، هوادار ملایان آمدن با ریش اسلامی خود، چون در صفی که من در دانشگاه استادان و دانشجویان پیشرو حرکت می کردند وارد شدند، ما هم با آغوش باز اینا رو پذیرفتیم. اینها گفتن ما ضد دیکتاتوری هستیم و ما هم ساده نگرانه اون موقع فکر می کردیم هر کس ضد دیکتاتوریه پس طرفدار دموکراسیه، ولی اینطوری نیست. ما بعد فهمیدیم وقتی اینا اومدن سر کار، بعد فهمیدیم که نه، آدم میتونه ضد دیکتاتوری امروز باشه ولی طرفدار دموکراسی نباشه، ولی طرفدار این باشه که دیکتاتوری خودش را به جای اون بنشونه. در نتیجه اگر در یک تجربه که در ایران داشتیم اون نیروهایی را که همراه هم بودن، انقلابی خوانده می شدن به خاطر مبارزه مشترک علیه دیکتاتوری، امروز باید این درس را گرفته باشیم، امروز باید به اینجا رسیده باشیم که نه، اینطوری نیست. پس ما بهتر قبل از اینکه به اون نقطه برسیم، از حالا دوستان، هم فکران، هم اندیشان یا اونهایی که نظریه های نزدیک دارن را جدا بکنیم و اونهایی هم که در تضاد با ما قرار دارند و ما رو برای اینکه با ما همراهند که راه دیکتاتوری خودشون رو هموار کنن، راهمون رو جدا بکنیم. این است که این مسئله بسیار مهمه و به خاطر همینه که در همین آغاز میپردازیم به اینکه بخش‌ها و گروه‌های مختلف جامعه ما چه انتظاراتی از نجات دارند. وقتی من اینجا میگم نجات، شما میگید نجات، بعضش را میکنید، بعضش را میکنیم و کسی هم نمیپرسه نجات چیه. قبل از اینکه این سوال را بکنیم، روشو باز بکنیم، حقیقت ها را ببینیم، واقعیت ها را ببینیم و ببینیم که چجوری اندیشه میکنن و چجوری فکر. اگر شما مطلبی ندارید، من انتظارات گوناگون نجات رو به این صورت میبینم. میبینم که یک جمعی از ناراضی ما مردمی هستن که بفرمایید. اگر به خاطر داشته باشید، در سال 56-57 اختلاف نظر سیاسی در همون جامعه‌ای که به گفته شما تجربه سیاسی اندکی داشت وجود داشت، اما هر کس میخواست نظر رو بیان بکنه، اون نیروی غالب که خیابونا رو گرفته بود عملا میگفت که الان موقع این حرفا نیست، اول بذارید ما شاه رو سرنگون کنیم، بعدن در این بارها سخن میگیم. بعدن که اینا پیروز شدن، همه جا حتی روی شیشه سلمانی ها، آرایشگاه و حمام ها و قهوه خانه ها نوشتن بحث سیاسی ممنوع و شروع کردن خفه کردن. ما امروز درست ممکنه در چنین مرحله ای باشیم. ما میبینیم که الان بسیاری میگن که اختلاف نظر نباشه، فعلا همین فرد یا همین جریان رو ما بپذیریم، از شر جمهوری اسلامی رها بشیم، بعدن می نشینیم با هم سخن میگیم، بعدن البته با گلوله با همدیگر سخن خواهند گفت. بله بله، متاسفانه اون بعدن که بشینیم صحبت کنیم دیگر به وجود نمیاد. و این گفتگویی هم که ما میکنیم به عنوان آغاز این بحث،
که در نجات ایران، در مشخصات نجات ایران چه تغییراتی به وجود میاد. و ما گفتیم قبل از این که وارد این بحث و تعارضات جهانی بشیم و این را نشان بدیم در نجات ما چه تغییراتی به وجود بیاد، دقیقا همین موضوع را مطرح بکنیم که اصلا نجات، از نظر نجات ما به چند دسته، به چند گروه تقسیم میشه. یکی از اینها اونایی هستن که یه پارشون هم در داخل رژیمه، یه پارشون هم با گروه های داخله. این است که ناراضیان ما، بعضی ها میگن که رفتن یا سرنگونی خامنه ای به معنی نجات ایران. خیلی ها میگن آقا این آدم نشسته و هرچی کشته و خوردن و بردنه این آدم پشتشه، هر تصمیمی که میگیره این آدم به عنوان امام میگیره و در نتیجه هر اتفاقی هم بیفته این انجام میده. اگر این بره خیلی چیز عوض میشه، ما به نجات، ما نجات پیدا میکنیم. ولی خب آیا با رفتن خامنه ای چه اتفاق میفته؟ شاید این اصلا فکرشو نمیکنن. با رفتن خامنه ای در واقع چه اتفاق نمیفته. خمینی به اون بزرگی که پایه‌گذار همه اینها بود و امام بود و با 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 وقتی مرد چی شد؟ خیلی ها ادعا میکردن از همین سازمان های سیاسی، یکی که در پاریس نشستند و این همه تبلیغشو میکردن و قولشو میدادن، یکی از چیزاش اینه خمینی که مرد مردم نجات پیدا میکنن. خمینی مرد مردم نجات پیدا نکردن، خیلی اتفاقی هم نیفتاد. اون نیروهایی که از نظر جهانی و داخلی و در پیوند با آن توی ترشی گذاشته بودن شخصیت هایی رو، زود یکی رو برداشتن گذاشتن سر جاش. در نتیجه وقتی هم که خامنه ای بره هیچ اتفاق نمیفته، یک نفر دیگر رو با همین مشخصات میذارن سر جاش، جمهوری اسلامی باقی میمونه، سرکوب باقی میمونه، نابرابری باقی میمونه، تعرض و تعارض باقی میمونه، تعرض به حقوق مردم ادامه پیدا میکنه و در نتیجه چیزی عوض نمیشه. این یکی از گروه بندی هاییست که در جامعه وجود داره. یعنی من و شما هم حتی این را نپذیریم یا بهش بخندیم، اما یک عده این را هدایت میکنه. یک گروه دیگر هم داره که صرف رفتن ملایان رو مهمترین وسیله و عامل نجات میدونند. میگن که ما زمانی که ملاهای بیفته ما نجات پیدا میکنیم. یعنی اگر ملاها بیفتند نجات پیدا میکنیم، اگر نیفتند نجات پیدا نمیکنیم. و در نتیجه خیلی از اینها که الان هم اسمش هم خواهم برد، در واقع خیلی از اینها نابودی رژیم ملایان را مطرح میکنن و وقتی هم شعار میدن، وقتی هم حرف میزنن، از نابودی رژیم ملایان صحبت میکنن، نه از نابودی رژیم جمهوری اسلام. یعنی فکر میکنن که آقا ملایان رفتند، به قول خانم رجبی یک موقع، چون من مستقیم یادم مونده نقل میکنم، اجازه دارم بیان کنم که ایشون گفتن آیات قرآن بد نیستند، این تفسیر ملایان از این آیاته که بده. یعنی نه اسلام بده، نه جمهوری بده، ملایان هستن که این نار بد کردند. و در نتیجه اگر ملایان برن، اسلام هم میمانه چقدر خوب، جمهوری هم میمانه چقدر خوب، روابط هم اسلام میشه چقدر خوب، نجات برقرار میشه چقدر خوب. بسیاری از اسلامیان مخالف رژیم جزء این گروه هم، یعنی نمایندگی میکنن که نابودی رژیم ملایان برای نیل به نجات کافیه و در اینجا هم احتیاجی به نابود کردن جمهوری اسلامی نیست. شما یادتون باشه یکی از اینا جنبش سبز بود. حالا من نمیدونم چقدر ریشه هاش و پایه هاش مونده، ولی واقعیت چنه که یه جنبشی بود سبز، یک آدمی بود که از نزدیکان خمینی و از پایه‌گذاران جمهوری اسلامی شریک در خوردن و بردن، به خصوص در اون موقع کشتن و داغون کردن، و این آدم فقط به خاطر اینکه زنش به جای روسری سیاه روسری قرمز رنگی بزنه داشته باشه، تبدیل شد به محبوب. 1,000,000 نفر رو حالا کم یا بیشتر در تهران به حرکت در آورد. خوشبختانه سازماندهی نداشت. و من در اون موقع در لندن بودم، در هاید پارک لندن بودم که می دانید
پارکی است که در اونجا آزادی بیان وجود داره، هر کس میاد اونجا شروع میکنه، به خصوص در روزهای تعطیل مردم زیادی جمع میشن، هر کس یه چهارپایه میذاره زیر پاش، هر چی دلش میخواد میگه، مطرح میکنه، عنوان میکنه، ازش سوال میکنن و فلان. من دیدم که آره یک جمع ایرانی هم در یه گوشه ایستادند و یه چهارپایه گذاشتن و یک هر کس تک تک میرم بالا صحبت میکنم میام پایین. نزدیک شدم که ببینم چیه، دیدم همه اینا پرچم سبز این آقا را حمل میکنند و همشون هم آدم های کراواتی، آدم های مدرن، طبقه متوسطه که حکومت اسلامی نمیخواند، ولی مشخصا به یک نیرویی که دقیقا نماینده حکومت اسلامی، قانون اسلامی، قانون قرآنی، قانون شریعت در یک کشور خارج حمایت میکنند. از جمله اینها خط مجاهدینه که در واقع امروز اون رو نمایندگی میکنه. من باید اینجا بگم که مجاهدین در یک لحظه تاریخی، چون دارای تاریخه، یک دوستان ما میگن آقا مجاهدین را با رضا پهلوی قاطی نکنید نه فلان، ولی واقعیت اینه اینا یک تاریخ مبارزه دارن پشتشون. در یک موقعی که اینا آمدند شورای مقاومت ملی را تشکیل دادند، تعدادی از آدم هایی که من میشناسم، من میشناختم و ارتباط داشتم، شخصیت های بزرگ در ایران، شخصیت های سیاسی بزرگ در اینجا جمع شدن. اگر این شورای مقاومت راه خودش را طی میکرد، اگر این شورای مقاومت خورده نمیشد، اگر استوب داده نمیشد، اگر ادامه پیدا میکرد، اگر و اگر و اگر، امروز همه شورای مقاومت ملی به یکی از حزبهای باز آزاد تبدیل شده بود. یقینا من عضو اونا نمی شدم، ولی مهم نیست که من بشم نشم، که یک حزب بود در جامعه ما، ولی خب استاد. امروز هم مجاهدین دارن همین کار را انجام میدن و در نتیجه موقع صحبت دادن تحت کلامشون اینه که ما باید حکومت آخوندها را بیندازیم. حالا که اسم از مجاهدین بود، باید بگم وقتی چه اینا چه سلطنت طلبان، شما مطمئن باشید که هر کدوم از اینها سر کار بیاند، آخوند از صحنه قدرت میره کنار، ولی آخوند از جامعه ایران را مورد استفاده قرار میدن، یک لایه دیگر از آخوندها را با خودشون میارن و ادامه میدن. همونطور که الان اینا که در هر جای راه پیمایی میذارن، در اول صفشون یه دونه آخوند با همون عبا و قبا و نمیدونم عمامه و قمامه با همه جوری راه میبرن با خودشون. میفرماید خواهشم. در واقع مانند تعویض روغن است که روغنه رو عوض میکنن برای که ماشینه بتونه بهتر بره، در تعویض رژیم ها تعویض آخون میکنن. بله. اصل قضیه سر جاش هست. ما از دوران صفویه و پیش از اون تا به اکنون دیدیم که هر رژیمی آمده آخوندهای نامطلوب رو کنار گذاشته، از نظر خودش نامطلوب، با آخوندهای مطلوب رو آورده سر کار، همکارشون کرده. و بعد اگر یک در واقع شورای حالا بگیم مقاومت ملی و هر چیزی شبیه به اونم درست شده، اونم ذوب در ولایت فقیه شده و به همین خاطر ما در جا زدیم و به جلو نرفتیم. و همینطوره که ما در جلسات بحثهای 25 بحث گذشته صحبت کردیم و من یادم در بعضی هاشم شما شرکت کردین و به قول معروف گفتگاه های متقابل انجام دادیم. در اونجا هم دیدیم که حتی عکس هم نشون دادیم که در دوره پادشاه پایانی محمد رضا شاه، در اون دوره یکی از دوره های بود که ملایان در از پله های قدرت، از پله های ثروت، از پله های سیاسی بالا رفتن و خیلی هم بالا رفتن. و اساسا اون موقعی که آمریکا اینها را عرضه کرد، زمانی بود که غیر از اینا هیچ نیروی دیگه در کشور و جامعه نبود و اینها تمام ارگان های مختلف رو از دربار بگیر تا مردم معمولی رو به نوعی تحت تاثیر خود و قدرت خودشون داشتن. این واقعیت میبینیم دیگه. من نمیخوام بیشتر از این برم، چون گروه های مختلف هست، بحث های مختلف هست، پس و میخوایم این را ادامه بدیم و به شناساییم و بیفزاییم. اون چیزی که مهمه اینی که این را مطرح بکنیم برای کسانی که طرفدار
فقط رفتن ملاها هستند و بر افتادن ملاها هستند و فکر میکنن بر افتادن ملایان به معنی نجات ایرانه، اینه که آره ملایان برن اتفاق تاریخی بسیار مهمیه، از قدرت هست بشن این اتفاق تاریخی بسیار مهمیه، اما اگر ملاها برفتند رژیم جمهوری اسلامی باقی میمونه و این ممکنه مجاهد باشه، ممکنه پاسداران باشن، ممکنه سایر اسلامیان باشن که خارجی ها آمریکاییان که قدرت رو در ایران دارن و حکومت رو عوض میکنن اینها رو جابجا بکنن. قانون اساسی و قوانین اسلامی باقی میمونه، پاسداران، کمیتچی ها و اجامر اوباش اسلامی به همین صورت باقی میمونه، وابستگی به قدرت خارجی و سیاست های پشت سر رژیم باقی میمونه، در نتیجه تجاوزات، نابرابری های دینی، اسلامی، شرعی ادامه پیدا میکنه و ظلم و بهره‌کشی و سرکوب مردم ادامه میابه. این مجموعه، این خلاصه طرح این دومین گروه یا جمعی از ایرانی هاست که نجات را با یک چیزی، با یک انتظاری، با یک درکی، با یک درک فهمی برابر میسازند. سومین بخش از گروه ما کسانی هستند یا نیروهایی هستند که نجات ایران رو در گرو سقوط و نابودی تمام رژیم اسلامی یا رژیم جمهوری اسلامی میدانند. بسیار بجو، یعنی با سرنگونی این رژیم نجات ایران و مردم ایران تحقق پیدا میکنه و به خاطر همینم همونطور که ما در زمان شما مطرح میکردیم اینا میگن آقا اینا بذار برن هر کی بیاد خوش آمد و در نتیجه به اون پایان رفتن اونا یا بعد از رفتن اونا توجه نمی کنن و دلیلی هم نمی بینن توجه بکنن، اینا برن بعد درست میشه. زمان شما هم گفتن اینا برن بعد درست میشه. می بینیم که این باز همون حرفه و دیدیم که وقتی که شاه رفت، وقتی که رژیم دیکتاتوری شاه سلطنت برافتاد، ولی مردم کشور ایران نه نجات پیدا کردند که فکر میکردیم میکنن، نه به آزادی دست پیدا کردن و حتی به جای آن وابستگی و قیمومیت و بهره‌کشی خارجی بسیار سفت و سخت شد. آمریکا با وجود اینکه 600 هزار نظامی در ایران داشت و از ایران حقوق می گرفتن، اسلحه می فروختن، 30-40% از درآمد ایران را فقط صرف اسلحه می کردن که بعدا در جنگ ایران عراق آتشش بزنن از بین ببرند، یه رژیمی آمد به مراتب بدتر، یه رژیمی آمد با دیکتاتوری و ظلم و ستم و سرکوب افزوده و فقر و نابرابری و بیعدالتی و بهره‌کشی افزوده به اضافه اسلام و شریعت بر اون اضافه شد و باقی قضایا را شما میدانید دیگر. رژیم جمهوری اسلامی در شرایطی است که نه کسی جای دفاع داره، نه کسی حتما باید همه چی را توضیح بده، درد را مشترک تقسیم میکنه. یه مسئله است که من باز تکرار بکنم که ما وقتی که این دو دوره را مقایسه میکنیم این است که ما در اون موقع فکر میکردیم که الان تکرار کردم با تکرار بکنم که مخالفت با دیکتاتوری به معنی طرفداری از دموکراسی، اینجا هم مخالفت با دیکتاتوری اسلامی فکر میکنیم که به معنی دموکراسی سکولر و آزاده، در حالی که اینطوری نیست و همونطور میبینیم که اینها این کار را میتونن اون را از بین ببرن و این را به جاش بذارن. اینه که امروز باید این درس را گرفته باشیم که صرف سرنگونی رژیم جبار و دیکتاتوری اسلامی باشد که بسیار مهمه، بسیار تعیین کننده است و ما مردم باید تمام هم و غممان را در این مورد به کار ببریم برای اینکه یک این رژیم پایهاش سست بشه، بیفته، این رژیم از بین بره، چون رفتن این رژیم هم نه فقط به خاطر رژیم و ملایان و قوانین اسلامیه، بلکه خود به خود اینها نماینده یک سیاست نو استعماری هستن که بحثو کردیم. اما بدون جای اگر ما این را از حالا به فکر این را نکنیم که این ها که میرند باید با یه سیستم متقابل جایگزین بشند،
در واقع متاسفانه باید این را از حالا صحبتشو بکنیم که ممکن است این رژیم بره، اما استراتژی قیمومیت خارجی ادامه پیدا کنه، دیکتاتوری ادامه پیدا کنه، بهره کشی و فقر و ظلم و نابرابری افزوده تر ادامه پیدا میکنه و داستان مزرعه حیوانات جورج اورول هست که حیوانات جنگل جمع شدند برای نجات خودشون، آمدن انتخاب دیگری انجام دادن بدون اینکه توجه بکنن که از اولی نجات پیدا کردن دومی باید بهتر از اون باشه، خوک ها را انتخاب کردند. و در اون کتاب شما که به فارسی هم ترجمه شده، من ده ها سال پیش خوندم، میبینید که چطوری وقتی خوک ها سر کار آمدند کار را به جایی رسوندن که این همینی که ما از رژیم شاه به رژیم جمهوری اسلامی رسیدیم. این ممکنه بازم تکرار بشه. در نتیجه میرسیم به یک درک نجات که از یک قشری که در حال هویت یابیه و من و شما هم که لطف میکنید و نشان میدید که به این اندیشه ها نزدیک شدید، رسیدید، همراهی میکنید، این اندیشه ها را با من تقسیم میکنید، جز به این قشر هستیم. ما نه فقط نجات ایران را افتادن خامنه ای که بایدم بیفته، نه فقط سرنگونی رژیم ملایان که بایدم سرنگون بشه، نه فقط نابودی رژیم جمهوری اسلامی که بایدم نابود بشه، بلکه همراه اون شرط داریم و شرط ما نظام متفاوت جایگزینی نظام متفاوت ملی و مردمی به جای اون. این نظام آلترناتیو باید سکولاریسم را به جای دین سالاری بذاره، دموکراسی و حقوق بشر را به جای دیکتاتوری بذاره، جایگزین بکنه، استقلال ملی را به جای قیمومیت خارجی به دست بیاره، عدالت، برابری، حقوق و فرصت‌های را به جای نابرابری و بهره‌کشی بذاره. ما به این نیاز داریم. ما یعنی این گروه و این قشر و این قشر در حال هویت یابی. فرقش با بقیه این است که آره، تمام اونایی که میگن که خامنه ای بره، ملاها برن، جمهوری اسلام بره، همه اونها را اوکی میده و ای باشون هم دونه دونه میشماره و به اینجا میرسه که نه، برای نجات ایران ما هم از بین رفتن این رژیم با کلیات خصوصیات وابستگی هاش و هم جایگزین شدن یک نظام کاملا متفاوت و برعکس این هستیم. ما در جلسات پیش این آلترناتیو نجات رو که من صحبتش رو میکنم، نجات مشروط خواهان عصر نوین نان نهاد. چرا؟ برای اینکه مشروط رو به خاطر اینکه ما افتادن این رژیم را مشروط میکنیم به اینکه ما به عصر نوین نائل بشیم، ما کشور و ملت ما به عصر نوین نائل بشه و فقط با تدارک یک چنین سرنگونی مشروطه که نجات کشور ما تحقق پیدا میکنه، که فرزندان ما یک دنیای جدید را تجربه میکنن، که ما به سمت قافله تمدن جهانی رو برمیگردونیم، که ما به سوی بهره‌مندی از دانش و تکنیک امروز و فردا دسترسی پیدا میکنیم، که ما به استقلال، آزادی و رفاه عصر نوین میرسیم. این است که این آلترناتیو ماست. ولی در این حال باید به این اعتراف بکنم که با حلوا حلوا گفتن دهن شیرین نمیشه. نجات مشروط به این سادگی و باید با حرف گفتن، من گفتن و شما هم در نوشته هاتون تقدیر کردن به جایی نمیرسه. نه، این نجات جز به دست مردم و ملت ایران قابل تحقق نیست. این نجات بدون سازماندهی و رهبری و بدون تشکل‌های دموکراتیک باز آزاد که گفتیم اساس رهایی و ابزار رهایی احزاب، تشکیل احزاب باز و آزاده، اونم نه یک حزب، احزاب باز آزادی، و که این تشکل ها باید آزاد باشند، دموکراتیک باشند، مردم را جذب بکنند، مردم را تعلیم بدن، به مردم ایدئولوژی بدند، به مردم دانش سیاسی بدند، مردم را کمک بکنند که دست به دست هم بدند و مبارزه مردم را تا به پایان، تا
انداختن این رژیم تا ادامه آن به سمت رهایی پیش ببرند. این است که این نظام، این آلترناتیوی که ما صحبت کردیم، این آلترناتیو در واقع آلترناتیو یک نیروی جدیده و من امیدوار هستم که شما و ما برای روشن کردن آن، برای توضیح آن، برای توضیح انتظارات ما از اون که نجات خوانده میشه روی این مایه بذاریم در واقع. و به خاطر و اگر هم به خاطر کیش شخصیتی که رهبران ما یا اونهایی که ادعای رهبری دارند پیدا میکنند، ما نتونیم این حزب ها را تشکیل بدیم، ما نتونیم کاری بکنیم، ما نتونیم سازماندهی بکنیم، ما همونطور تک تک و تنها محکوم شدیم که تک تک و تنها مبارزه کنیم، شکست بخوریم، خون بدیم، جان بدیم، در خیابانهای شهرهای ایران کتک بخوریم، شکنجه بشیم، به زندان بیافتیم و و و. برای جبران این ما هیچ راهی نداریم جز این که ما به اینجا میرسیم که ما احتیاج به یک جنگل بزرگ داریم و ما جز به اون کسان امیدواری هستیم که از نظر تاریخی به اینجا میرسیم که باید با دست خالی من، در حالی که هیچ شاخه درختی برای کاشتن در زمین نداریم، یک دانه را در زمین بکاریم، با تلاش و کارمان آبش بدیم، این را تبدیل بکنیم به یک درخت، این درخت را هم با تلاش و کار جمعیمان تبدیل کنیم به درخت‌های فراوان و از اونجا جنگلی از آزادی به دست بیاریم و از آنجا بتوانیم در این دوره جدید به جای اینکه با کامنت‌های معمولی بخندیم، گریه کنیم، فحش بدیم، این چیزهایی که ایرانی‌ها به اون مشغولن یا مخالفان به اون مشغولن، پرچم تک تک من، پرچم مبارزه آزاد بخش من را از زیر پای اربابان و نمایندگان امپریالیست و استعمار جهانی نجات دهیم. من وقتی به دوره مشروطیت نگاه میکنم، من وقتی یه خود زودتر از زمان دوره مزدک مبارزات شکست خورده مردم ایران را نگاه میکنم و بعد میام تا دوره مشروطیت و بعد در تا دوره مشروطیت بعد از این همه کشته، این همه زخمی، این همه زندانی، این همه شکست، این همه قدرت نمایی ها را میبینم، یادم میافته که آره، یک پرچم افتاده وجود داره و یاد اون شعر ترکی میافتم که بایراق یاپان استندکی کاندر، توپراق اگر اغرونده اولن وارسا وطندر. اینا همیشه در یادم مونده که آره واقعا این پرچمی که پرچم را میکنه، که من میگم باید این پرچم افتاد را برداریم، پرچمی که پرچم را میکنه اون خون و خونبهاییست که در طول نسل ها ما پرداخت کردیم و اگر ما به فکر نجات کشور، وطن و میهن ما هستیم، این میهن جاییست که در آنجا انسان‌های فراوانی مبارزه کردند و جان دادند. اینه که هیچ راهی برای ما وجود نداره جز اینه که هر کداممان در یک جای دسته‌های خودمان را به قول فروغ فرخزاد در یک جای بکاریم و سعی کنیم سبز بکنیم. فروغ فرخزاد میگه دسته‌هایمان را در باغچه میکارم، سبز خواهد شد، میدانم، میدانم، میدانم و پرستوها در گودی انگشتان جوهریم تخم خواهند گذاشت. عزیزان من، دوستان من، بزرگواران 40-50 نفره ای که لطف کردید برای من، با لطف فراوان کامنت گذاشتید، حتما حتما بدانید که هر کدام از ما دیگر بعد از این باید راهی پیدا کنیم که دستمان را در جایی بکاریم. حالا این کار میتونه توضیح دادن مطلب به دیگران باشه، فرستادن مطلب به دیگران باشه، تشکیل یکی از این هسته های حزبی که این همه صحبتش رو کردیم و قدم به قدم هرچه با سرش میکنیم باشه، تا شاید آینده را، راه نیل به نجات را برای خودمان و برای جامعه من هموار بکنیم.
آخرین، اگر شما سوالی ندارید من به آخرینش بپردازم. من یاد بیتی از ناصر خسرو افتادم که میگه درخت تو گر بار دانش بگیرد به زیر آوری چرخ نیلوفری را. این درخت دانش همون دانه است که فقط دانه نیست، دانه آگاهی هم هست که شما توصیه میکنید باید آن را بکاریم بپروریم تا به یک جنگل برسیم. بفرمایید. به اضافه اینکه اضافه کنم که بعضی ها سوال میکنن که آقا اصلا ما نجات پیدا میکنیم، اگر نجات کشور ما ممکنه، من باید بگم که اگر من و ما باور نمیکردیم که نجاتی در راهه، بی خودی خودمان را اینجا وقت ما را نمیگرفتیم، وقت شما را نمیگرفتیم. ولی ما واقفیم که این کار کار یک نفر نیست، این کار کار آسانی نیست، این کار مبارزه میخواد، این کار کار میخواد، و در این حال این کار شناختن مبارزه میخواد، راه روش مبارزه میخواد. ما الان صحبتشو خواهیم کرد. این کار با هوار کردن، داد زدن، خود را در خیابان و بیابان قربانی دادن قابل انجام نیست. این کار نکته به نکته از بازمانده امیدها و تلاشمان رو در یک جای معین کاشتن و به وجود آوردن. یه مسئله دیگه هم که باز ما صحبت کردیم در این مورد که نه، فقط این نیست که ما از دست رژیم جمهوری اسلامی نجات پیدا کنیم، ما باید به جای اون جایگزین داشته باشیم. یکی دیگه هم هستن که در این فکر با ما به نوعی هم فکرند، منتها در زمینه خودشون، در جای خودشون. جمعی از مردم ایران از زمان قدیم صحبت رو کردیم، دیگه فقط اسم میبرم، چشم امیدشون رو دوختن به آسمان، چشم امیدشون رو دوختن به سرنوشت، چشم امیدشون رو دوختن به ظهور امام زمان، اونا میان ما رو نجات میدن. یعنی یه نجاتی بعد از این رو به اینا مو اعتقاد دارن و وجود دارن. جمعی هم در وضع موجود از ما مردم مدرن چشم امیدشون رو دوختن بر بابان جهانی و به خصوص آمریکا. ما این جویندگان نجات از سوی آمریکا به اندازه هر طلبه مدرسه اسلامی که منتظر امام زمانه به نتایج انتخابات آمریکا فکر میکنن و گزینش ناجی جدید خود چشم میدوزن. خودشون خبر دارید، گفتارشو کردیم، ادامهش نمیدن. این است که این راه و شیوه نجات بسیار شایع. این است که خیلی ها هیچ کاری نمی کنند جز اینه که چشم ببینیم چی می شود و چشم امید داشتن که یک نیروی خارجی یکی دیگر می را نجات می ده. حالا با سوال کرد چرا اون نیروی خارجی بیاد من تو را نجات بده، چه رابطه ما با داره؟ پدر پسر ما که نیست که دنبال منافع خودشه، و این منافع یه زمانی ممکنه به نفع ما باشه، همونطور که بعد از اصلاحات ارضی انجام شد، یه موقع هم از بنف ما نباشه، همونطور که در یه فرصت بسیار کمی رهبر یه مملکتی را که 500 هزار نفر نیروی نظامی جان باخته در اختیارش بود گرفتند و مثل به قول سولیوان سفیر آمریکا مثل موش مرده از کشور انداختن بیرون. دلم نمیخواد این حرف رو در غیابیشون بزنم، ولی واقعیت تاریخیه و اینا گفتند. یعنی از دیدینا اینطوریه. اینه که باید اضافه کنم که در وضع موجود یه مقدار بیشتر صحبتشو خواهیم کرد، از نظر سیاسی دو تا نیروی عمده هستند. حالا بگذاریم اون نیروهای کوچک که کمونیسم میاد ما را نجات میده، پرولتر میاد، طبقه کارگر میاد، هر روز هم خبر میدن آقا نمیدونی شرکت واحد اتصاب کرده، طبقه کارگر داره روش، نه نه را بذاریم کنار. ولی عملا دو تا نیروی عمده وجود داره که به خاطر وابستگی چون به سیاست آمریکا این خط را نمایندگی میکنند. یکی از اونها آقای پهلوی و دومی خانم رجوی یا شورای مقاومت ایشونه. این رو خیلی صریح مطرح میکنیم و وظیفه داریم مطرح کنیم و امیدوار هستیم که یک روز یکی از اینها مردم را آدم حساب نمیکنند، هر وقت آدم حساب کردند بشینن گفتگو کنن تا دیگران هم بشنون. در نتیجه از این که ما در این مورد از نظر این که آمریکا بود که
این رژیم آورده. آمریکا بود که این استراتژی را به ایران تحمیل کرده. آمریکا بود که شاه را بیرون کرد و خمینی را آورد. آمریکا هست که از منافع امروز اینا استفاده میکنه. این است که از چون گفتگوش کردیم در بحث های 25 جلسه قبل از اون خودداری میکنیم. خودداری میکنیم. ولی میرسیم به دومین روش را موضوعی که راه نجات رو با روش های مختلف تقسیم بندی میکنند. من وقت ندارم یک موضوع سومی را که الان گفتم در واقع یک تحلیل کیش شخصیت پهلوی و تعبه و کیش شخصیت مریم رجوی و همکارانش این را ادامه بدم. میذارم برای جلسه آینده که وقتی بیشتری داریم. میرسم به اینی که ما در این حالی که از نظر نجات، از نظر دست فکر نجات، محتوای نجات با هم دیگه مختلفیم، با هم دیگه جداگانه هستیم، با هم دیگه بعض موقع در تعارض قرار داریم و باید این تعارض ها را بشناسیم. بعض حالا اگر کسی از با من تعارض داره، دلیلی پیدا نکنم که من با اون همراهی بکنم، چشممو باز بکنم که این دفعه اون اتفاقی که بعد از انقلاب معروف به وقوع پیوست و اینها بلند شدن و تمام همراهان قبلی خودشون را که با اینا علیه به قول معروف دیکتاتوری شاه می جنگیدن همه را زیر خاک کردن، گرفتن، کشتن، زندانی کردن، براری دادن. برمیگردیم به این که خب غیر از این ما از نظر تقسیم بندی به چقدر با هم فرق داریم یا چه ویژگی هایی داریم. این برمیگرده به اون راه روشی که ما انتخاب میکنیم. ما چند تا راه روش داریم که در مورد نجات ایران اون را به کار میبریم. یکی از این راه روش ها اون چیزی که تظاهرات خیابانی. شما میدانید که از هر مدتی مردم ایران در خیابان ها تظاهرات میکنن، از هر مدتی مردم میریزند، اعتراض میکنن، اعتصاب میکنن. ما نمیدانیم که این حرکات از سوی کس که یا کسانی سازمان داشت داده میشه، ولی میدانیم که حداقل در درونان یک تعداد انسان خودجوش در آن شرکت میکنن. نمیدانیم که این حرکات اگر سازمان داده شده آیا اینها نیروهای ضد رژیمند یا حتی از سوی رژیم یا این با این ملای ناراضی سازمان داده میشن. اینا رو نمیدانیم، ولی اینو میدانیم که با شروع این اعتصابات بخشی از مردم به هم دیگه ما چی میگیم؟ میگیم انقلاب شد. خیلی ها تلفن میکنن میگن در ایران انقلاب شروع شد. این جالبه که این را انقلاب میخوانیم. چرا انقلاب میخوانیم؟ به خاطر اینه که ما یه باور ساده روحانه داریم که چون گفتگوش کردیم الان دیگر برای من و شما مطرح نیست. و اونی که اون اتفاقات ضد انقلاب 56 57 رو ما مردم و تظاهرات ما به وجود نیاوردن. ما محکوم به اون تظاهرات شدیم. ما نیروی مردمی که تظاهرات ما را منعکس بکنه نه سازمان داشتیم، نه نمایندگی داشتیم، نه میتونستیم عمل بکنیم. یعنی یک نیروی بزرگتر، یک نیروی فراتر که میخواست شاه را برداره و خمینی را بیاره، ما را هم به حرکت برداشت، ما را هم به اعتراض برداشت. ولی مردم هنوزم چون نمیدانند یا به این توجه ندارند، هنوزم فکر میکنند که آقا ما تظاهرات کردیم، ما انقلاب کردیم و تظاهرات ما باعث شد که شاه بره. خب حالا اگر اینطوریه پس ما باید تظاهرات بکنیم و میتونیم اینا را ببریم. این است که از هر مدتی مردم جانشان را برمی‌دارند، دندان به جگر می‌گیرند و میان به خیابان و شروع می‌کنند به حرکت و همیشه هم شکست می‌خورند، همیشه هم تعدادی کشته میشن، همیشه هم تعدادی زخمی میشن، همیشه هم تعدادی دستگیر میشن، شکنجه میشن، همیشه هم تعدادی فرار می‌کنند. و این انرژی بزرگی که میتوانست با اسلوب درستر برای بازیابی نجات ایران به کار بره، موج به موج میاد، موج به موج بریده میشه و در بین اینها بهترین نیروهای تغییر دهنده
بهترین نیروهای مبارز ما از بین بره. از این راست که تکرار میکنیم که این تظاهرات علنی در واقع تا کنون بعد از 40 سال شکست باید به اینجا رسیده باشیم که یک درس بزرگی به ما داده و این درس تجربه این است که بعد از این همه کشته و زخمی شدن ما به از این طریق به هیچ جا نمی رسیم و نه چیزی می آموزیم اما نه چیزی از آن که دیده ایم و تجربه کرده ایم برای خودمون نگه می داریم و در نتیجه بارها با خیال واهی انقلابی که نبود انرژی ملی من را صرف این می کردیم و یه شاعر ترک میگه اما حیف چرت و دوم براخماز، اما حیف کور آنچ را که گرفته بله شهریاره اون را ول نمی کنه. و ما مردم ایران من نمیدونم کی به اینجا خواهیم رسید که آقا قبل از اینی که من به جان آمدم من میخوام تظاهرات بکنم یک عده در خیابان داد میزنن من باید بدونم اینا کیا هستن، کیا اینا را سازمان دادن، چی میخوان، منم همراه اینا هستم و اگر من برم با کشتن ما با زخمی شدن ما کاری درست میشه، ما موفق میشیم یا نه، این نیروی انرژی ما میتونه در یک جای برنامه ریزی درست صرف بشه. بدون اینکه به اونجا توجه کنن همیشه ما این را گرفتیم و براش جام میدیم و براش نیرو صرف میکنیم. شاید 5 دقیقه بیشتر وقت نداریم. استاد میشه من اینجا از بینندگان این برنامه های شما خواهش بکنم که در کامنت هایی که می نویسن دیدگاه خودشون رو در پاسخ به این پرسش هم بنویسن چه باید کرد. شما به عنوان کسی که این برنامه ها رو میشنوید در ایران یا در هر جا که هستید آیا راه حلی پیشنهادی دارید چه باید کرد؟ گرچه ارجمند آیرملو در برنامه های پیشین حرفش رو زده، اکنون هم میگه هر نیروی معترضی باید متمرکز سازمان یافته با برنامه بتواند در تحولات اجتماعی تأثیر مثبت پایدار بگذاره که بعدش خودش یکی از کنترل کننده های جامعه پس از جمهوری اسلامی باشه. این رو ایشون بارها گفتن، تشریحش هم کردن، اما بد نیست که شما هم پیشنهادتون رو بنویسید و پرسشاتون هم با ما در میان بذارید. بفرمایید. بله ممنون هستم. به اضافه این که دیگه من این فرصت رو استفاده میکنم برای اینکه اگر وارد یه بحث، چون این بحث را فکر کردم تمام میکنیم، شاید 10 دقیقه از این بحث باقی مونده تا برسیم به کیش شخصیت و اون را هم مطرح کنیم که دیگر حرفی نذاشته باشیم. و از نظر من اون چیزی که ایشون مطرح میکنن بسیار بسیار مهمه. شما وقتی که آنجا نظرتان را مینویسید، وقتی که مینویسید که شما خودتان چی میکنید. یه نفر خیلی ممنون سوال کرد آقا شما برای نجات چه کردید؟ خب عزیز من برای نجات تمام عمرم را صرف این کردم کتاب بنویسم، مطلب بنویسم، در این حالی که در یه دانشگاه خارج در محیط دیگر با یه زبانهای دیگر کار میکردم به زبان فارسی و علاقم به این جامعه و وظیفم به این جامعه رو فراموش نکنم. این از دستم ساخته شده، یعنی بیشتر از این کاش ساخته میشد نشده. یعنی از زمانی که من دانشگاه تبریز رو منو به قول من رو فراری دادند، نوشته هام و کتاب هام قطع کردند، پولیکوپی هامو ممنوع کردند و من جانمو برداشتم فرار کردم، تا کنون کار زیادی نکردم. ولی این کاری که از دست من ساخته بوده تا اون جایی که امکان داشته انجام داده. اما در این حال خواست منم از شما اینه، حالا شما بگید چه کاری بعد از این میخواید بکنید. شما اون 30-40-50 نفری که لطف دارید و این به معنی این است که شما به قیافه من رأی نمیدید، شما به صدای من رأی نمیدید، شما به مطالب من رأی دادید و به این معنی است که ما با هم فکر هستیم، ما با هم به یک نجات معین میاندیشیم.
و اگر اینطوریه به ما بنویسید که شما چه کاری را میخواید شروع بکنید، چه کاری کردی الان، نمیخوام برگردی 10 سال پیش 30 سال پیش. یقینا خیلی از عزیزانی که اون وجود دارند، اونایی که سن زیادتری دارند، یک مبارزه طولانی رو پشت سر گذاشتن و این در کامنت هایشون هم در 2 تا جمله هم باشه مشخصه. ولی خیلی مهمه که ما قدم به قدم با بیان این که همونطور که آقای مانی هم مطرح کردند، از تعارفات معمول عبور کنیم و بپردازیم به این که شما برای پیش برده این نجات عصر نوین، نجات مشروط عصر نوین چه کاری کردید، چه کاری میکنید، چه کاری را فکر میکنی انجام بدید. هر کار کوچکی، مثل گفتم، مثل کاشتن یک دانه برای وجود آوردن جنگله. ما این را نکاریم به جایی نمیرسیم. به پایان وقت میرسیم. ممنون از فرصت که به وجود آمده و ممنون این که وقتتان را گرفتم و شما تا اینجاش گوش دادید. تا جلسه بعد برای شما آرزوی موفقیت، آرزوی اندیشی و دیگر اندیشی میکنم. درود بر شما و درود بر شما به شما تا برنامه آینده. بدرود.